برای گفتگوی بیشتر در این مورد مهدی آهنگ منشیر شورای سراسری صرافان افغانستان با ما است. آقای آهنگ خوش آمدید. شما علت بلند رفتن ارزش دلار در مقابل پول افغانی رو در چی میبینید؟ با سلام احترام به شما و بینندگان محترم تلویزیونتون، علت بلند رفتن دلار بستگی به چی داره؟ نامنی ها و خرید و فروش اجناس به دلار که در بیرون از بازار صرافی مثلا اجناس که خرید و فروش میشه به دلار خرید و فروش میشه و علتش همین است. خب ببینین، تنها در چند روز گذشته، چند هفته، تنها در مقابل دلار ارزش افغانی بسیار پایان نامده، در مقابل کلدار، در مقابل یورو هم پایین آمده. شما علت اینا رو در چی میبینین؟ علت اینا هرچند شما خب میگین که مثلا خرید و فروش بیشتر با دلار صورت میگیره، پس با یورو و کلدار اینا چگونه؟ چرا علت در چی است که در مقابل اینا قیمت افغانی پایین آمده؟ هرچند یورو در مقابل افغانی در مقابل کل اسعار دلیلش فقط به خاطر که در مقابل دلار پایین میآید به اون خاطر است. یعنی همیشه وقتی که دلار بلند بره ای یورو و علت دیگرش عرضه و تقاضا که از طرف بانک مرکزی کمتر عرضه میشه و تقاضا بیشتره به این خاطر است. خب بر ما در مورد بی بگوین که بانک مرکزی گفتن که ای بسیار موقتی است و بسیار زود ای دوباره مشکل حل میشه، در سالهای گذشته آیا با چنین به یک بارگی شما با این حالت مواجه شده بودین که قیمت دلار به یک بارگی بلند بره؟ البته از سال 2005 به این طرف یک سر دلار افزایش یافته، نرخ دلار، و تقریبا سال 2005 به این طرف آره. بعد سوال دیگه سال نفرم. خب شما میپذیرین که موقتی هستی؟ نه، موقتی نیست و احتمالا اگر به همین منوال سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان تغییر نکنه احتمالا. خب بانک مرکزی بلند رفتن ارزش دلار و پایین آمدن قیمت افغانی را وابسته به عرضه و تقاضا میدانند، شما وابسته به چی میدانین؟ ما هم وابسته به عرضه و تقاضا میدانیم، به خاطر از اینکه بانک مرکزی افغانستان اگر در حد اوسط هفته سه بار عرضه داره، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، اگر در مرز مثلا 30 میلیون در روز، یعنی هفته، در هفته اگر 100 تا مرز 120 میلیون دلار عرضه بکنه احتمالاً رو به کاهشه، یعنی قیمت دلار کاهش پیدا میکنه. اگر زیر 100 میلیون باشه قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. خب این چه تأثیری بر کاروبار شما صرافی داشت؟ تأثیر بسیار منفی داره، یعنی به خاطر از اینکه وابسته کار ما وابسته به کار خرید و فروش اجناس دیگه، یعنی در تمام بازار اینطوریه. خب در یک سال گذشته گفته میشه 2 میلیارد و 200 میلیون افغانی به دلار به بازارها کشور عرضه کرده، شما چی فکر میکنین با عرضه کردن این مقدار پول اینا نتونستن که مثلا ثبات قیمت ها را به میان بیارن؟ چی فکر میکنین که چقدر دیگه باید اینا عرضه کنن که ثبات قیمت به میان بیاد؟ تو بیشتر گفتم که اگر البته موقتیه، اگر در هفته 100 تا مرز 120 میلیون دلار بتوانند در بازار افغانستان توزیع بکنند تا رو خب اینا 2 میلیارد و 200 میلیون، 2 میلیارد و 200 میلیون در یک سال گفتین درسته؟ در تقاضا بیشتر از اینه، یعنی خیلی کم اینو عرضه کردن. خیلی کم عرضه کردن. با چقدر دیگه عرضه کنن اینو؟ گفتم اگر اوسطش رو بگیریم در هفته 120 میلیون ضرب ماه بکنین ضرب سال چقدر؟ خب چقدر مردم از پول افغانی در معاملات روزمره خود استفاده میکنند؟ در معاملات روزمره اصلا پول افغانی اگر فیصدی حساب کنیم شاید 20% هم استفاده نمیکنند. علت در چی است؟ علت همه کوشش میکنه پول خود دلار نگاه کنه، مثلا در موتر فروشی ها کلا با دلار معامله میشه، از طرف دولت مثلا تثبیت میشه افغانی، اگر یک موتر 1 میلیون افغانی قیمتش تثبیت میشه اگر بریم افغانی بتیم نمیخرن، نمیته مثلا معادلش دلار میگیره 15000 دلار. خب شما چی پیشنهاد دارین؟ چه راهکارهایی را باید روی دست بگیرن به خاطر از اینکه ثبات قیمت ها به وجود بیاید و هر چه زودتر قیمت افغانی در مقابل دلار و بعض اسعار دیگه بلند بره؟ که بانک مرکزی افغانستان سیاست پولی خود را تغییر بده، یعنی تقریبا حدود 120 میلیون دلار را در هفته اگر توزیع بکنه
شاید به طور چی پایین بیاید؟ خب ما در برنامه قبلی که رئیس بانک مرکزی آمده بود گفته بودند که در این فصل عموما همه طور است که قیمت دلار و بعضی از اسعار در مقابل افغانی بلند میره. شما اینو میپذیرین؟ ما نمیپذیریم. به خاطر از اینکه پیشترم گفتم که سال 2005 به این طرف شاید 2005 دلار بود 40-42 در مقابل افغانی، یک دلار معادل در مقابل افغانی 40 یا 42 افغانی، فعلا رسیده به 70 افغانی و 50 پول. خب یعنی بهترین نرخی که شما در مقابل افغانی میتونن که یعنی کدام زمان بوده که بهترین نرخی که دلار در مقابل افغانی داشته و یا یورو و کلدار اینا؟ بهترین زمانش که چقدر بوده معادلش؟ بله. همون حدود 40-42 خوب بود. خب یعنی وقت کاربارتان چگونه بود؟ خیلی عالی بود. یعنی در کاربارتان تغییرات صرف از خاطر همی بلند رفتن دلار آمده؟ دقیق، در کاربار کل مردم، همین مسافرت های مهاجرت های ناشی از بیکاری سبب شده که بیکاری به وجود بیاید. و خب از مردم شما خواستان از مردم چی است که بخاطر اینا اگر بیشتر از پول افغانی استفاده کنند در معاملات روزمره خود حتما ارزش افغانی بلند خواهد رفت و کاربار شما هم خوب خواهد شد. و خواست شما و پیام شما برای مردم چی هست؟ پیام ما به مردم این است که کوشش بکنند که از گرچه برمیگرده به بانک مرکزی، توزیع دلار اگر بیشتر بکنه مردم راحت تر خب میشه. خب باز مردم مسئولیت دارد. مردم مسئولیت دارد. خب خواست شما از اونها چی است؟ خواست ما از اونها که دلار بیشتر توزیع بکنند در بازار. از مردم چی است؟ از مردم یکی که در معاملات روزمره خود افغانی استفاده بکنند. تشکر از حضورتان برنامه.